روز گذشته سه‌شنبه 31 خرداد مصادف با 21 ذی‌قعده در نشست علمی آیت الله العظمى سید صادق حسینی شیرازی دامظله شخصی از معظم الله پرسید از فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه وجوب اعلمیت قاضی فهمیده می شود در حالی که فقها آن را حمل بر استحباب کردند وجه آن چیست؟ بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمى شیرازی دامظله در جواب فرمودند این فرمایش حضرت را که ظاهرش وجوب است این ظهور معرض عنه مشهور شهرت عظیمه یا شاید مجمع علی اعراض ازش لهذا میگم حمله بر استحباب میشه عرض کردم قبول دارم فرمایش حضرت ظهور در وجوب داره اما این وجوب مثل ده ها و ده ها و ده ها جاهای دیگه انصراف نمیگیم عرض کردم ظهور درسته اگه ما بودیم و فقط این فرمایش حضرت میگفتیم اما وقتی که شما یه فقیه در اولین و آخرین پیدا نمی کنید که بگه در باب قضا قاضی باید اعلم باشه و این اعراضه وقتی که اعراض شد خب فرمایش حضرت بر چه حمله شد بر استحباب مستحب دیگه از وجوب اعراض شده که ظاهر فرمایشه قبول دارم فرمایش حضرت ظاهرش وجوبه اما معرضان عنه این وجوب چکار میکنید دیگه مثل جاهای دیگه که وجوب مگه نداره روایت صحیح غسل جماعت واجب اضحیت واجبه نه میخوام عرض کنم همین وجوب با اینکه ظهور با اینکه نص در وجوبه اما چون اعراض مشهور ازش هست با اینکه فتوام دادن بعضیا به وجوب در غسل جمعه در اضحیه اما چون شهرتا عظیمه هست اعراض ازش کردن وجوب و حمله بر ثبوت کردن بر استحباب مؤکد لازم به ذکر است که سلسله نشست های علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمى سید صادق حسینی شیرازی دامظله به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم رأس ساعت 12:15 به وقت محلی قم برگزار و از شبکه امام حسین علیه السلام به صورت زنده پخش می شود.